1381 زمستان 1381 نوشته شد و در جشنواره فجر همون سال کار شد و بعد در تابستان 1382 در سالن سایه همین مجموعه تئاتر شهر اجرا شد. ایدش هم بعد از شنیدن و خواندن شبیه‌نامه‌ای که برای ناصرالدین شاه بعد از ترورش نوشته شده بود به ذهن من رسید. وقتی که ناصرالدین شاه به تیر میرزا رضا ترور میشه و کشته میشه، شبیه‌نامه‌ای یا تعزیه‌ای براش نوشته میشه که به نظر من رسید که میشود حالا پارودی یا مضحکه این شبیه‌نامه رو هم اجرا کرد، که دست به کار نوشتن شدم و خب نوشتم، اسمش رو هم گذاشتم مضحکه شبیه قتل. اون سال اجرا شد و اجرای خیلی موفقی هم داشت در سالن سایه، که بعد از 12 سال بنابر ضرورت‌های ما دوباره این اثر رو با یک میزانسن جدید و با تقریبا بیش از 30% بازنویسی دوباره این متن رو اجرا کردیم. من تو اون اجرا نبودم، اتفاقا توی تمرینام آقای کیانی پیشنهاد دادن که میخوای فیلم اون کارو ببینی، گفتم مطلقا نه، بنابراین خود مختار این نقش رو باز کردم. خصوصا اگه قرار باشه کاری رو بازی کنم، ترجیح میدم که ذهنم درگیر تصویرهای قدیمی نشه، ترجیح میدم به چیزای جدید فکر کنم. نقش خب یه چیزایی داره که یه سری تیپیکالای خاص داره که خب خیلی مشترک اگه بخوای بازیش کنی، اما نه واقعا، حتی وقتی تو یک نقشی رو که قبلا یک بازیگری که حالا مثل احمد که من میشناسمش بازی کرده، حتی تعمدن سعی میکنی به هر حال دورم بشی دیگه، تأثیر مستقیمی قطعا نذاشته، ولی خب شاید یه چیزای مشترکی پیدا بکنیم، نمیدونم، ولی خودم بهش فکر نکردم واقعا. شاید شما مثلا ببینی، شاید یه سری بچه اشتراک پیدا کنی. بازیگر این نقش در 12 سال پیش که آقای مهدی سلطانی بودن، که بازی ایشون رو من خیلی دوست دارم و هنرمند خیلی توانمندی هم هستن اینها، ممکن بود با دیدن بازی ایشون من ناخودآگاه تحت تاثیر قرار بگیرم یه جایی و بخوام مثلا بازی ایشون رو الگوی خودم قرار بدم. اینها کلن نگاه دیگه نسبت به این نقش داشتن، اونو بازی که بازیگر دیگه کرده بودن که جای خوبی هم بود، ولی من کلن نگاه دیگه به نقش کردم، یعنی دوست داشتم از زاویه دیگه وارد در واقع تمرینات و پرداختن به این نقش بشم. ظاهرا تو اجرای قدیمی که دوست عزیزم خانم قوجه‌برگلو بازی میکردن این نقش رو، خب لهجه نداشتم و لهجه رو ما اضافه کردیم، در واقع به پیشنهاد من اضافه شد به این نقش. کست به طور کل عوض شد، متن هم همینطور بازنویسی شد، شخصیتی به نمایشنامه اضافه شد و خب کاملا یک اجرای دیگری رو تماشاچی حال حاضر شاهد اون هستش. خانم ها از جون ما چی میخوام؟ پاشو همین نظر مزدگی قطعی شاهوار برکا کن. نخیر زینب، شبیه درد رو برکا میکنی. نمایش ایرانی یک چیز جدایی از فرهنگ ایرانی نیست، نمایش هیچ کشوری چیزی جدا و علاحده از فرهنگ اون کشور نیست. من به دلیل علاقم که در واقع به فرهنگ ایرانی دارم، این گونه نمایش ایرانی رو توش تجربه میکنم و تجربیات نمایش خودم رو در این حیطه انجام میدم. کما اینکه ما دیگه به اون معنی نمایش ایرانی سنتی که به شکل موزه‌ای حفظ شده باشه نداریم. خب نمایش ایرانی طبعاً چون منطبق هست بر فرهنگ خودمون، طبیعتاً هم برای بازیگر، هم برای همه عوامل و همینطور برای تماشاگر طبیعتاً قابل لمس‌تر هست تا نمایش خارجی.
اما به عنوان یک بازیگر من هم دوست دارم نمایش خارجی کنم، هم نمایشنامه ایرانی رو بازی کنم. برای من متن و نقش خوب مهمه، ایرانی یا خارجی بودنش رو انقدر تعصب ندارم روش و سرسختانه به قول معروف مورد قضاوت هم نیست که اگر ایرانی باشه نه، اگر خارجی باشه بله یا بالعکس. من دنبال نقشی هم که برام جای کار داشته باشه، دنبال متنی هم که حرفی برای گفتن داشته باشه. خیلی خوشحالم که خب این اتفاق تو نمایشنامه‌های ایرانی بیفته، به خاطر اینکه سیر نویسندگی و نمایشنامه نویسی و ادبیات نمایشی ما رو میبره رو به تعالی و به هر حال رو به رشد. اینجوری نمیتونم مرزبندی کنم بگم نمایشای ایرانی رو بیشتر دوست دارم یا حالا اونور. قطعا کاری که ارتباط برقرار کنه رو دوست دارم، یعنی اول با خودم به عنوان کسی که قرار بازیش کنم، بعد حدس بزنم که تماشاچی هم باش ارتباط خوبی خواهد داشت. قطعا نمایش های ایرانی به خاطر رنگ و بو و فرهنگ ایرانی که داره ارتباط بهتری با تماشاچی ایرانی برقرار میکنه، شاید به این دلیل یه خورده وزنه اینور سنگین تر باشه. یعنی زندگی هنری من رو نمایش ایرانی و تحقیق و پژوهش در اشکال این نمایش شکل میده و صورت میده، چون معتقدم که در یک دوره‌ای نمایشگران ایرانی به فرم‌های بیانی بسیار گویایی رسیدن که این فرم‌ها در طی سالیان متأسفانه دچار اخلال شد، یعنی که تجربه به ما منتقل نشد، تجربیات ارزشمندی که بنابر مصالح زمانه و شرایط ناگوار روزگار به ما منتقل نشده. خب این تجربیات رو ما باید بتونیم ادامه بدیم، یعنی باید ادامه دهنده اون تجربیات ارزشمند در حوزه نمایش ایرانی بشیم تا نمایشی رو پدید بیاریم که از آن خودمون باشه، نمایشی که متعلق به خودمون باشه، مثل وطن خودمون، مثل خاک خودمون. آقای کیانی در یکی از بهترین نمایشنامه نویسای ما در زمینه طنز ایرانی هستند، به خصوص طنزی که ریشه در نمایش‌های سنتی خودمون داره. ایشون چندین نمایشنامه درخشان نوشتن برای صحنه بردن در همین قالب، کمدی قاجاری و سنتی و قدیمی که توش مایه‌هایی از نمایش‌های سنتی ایرانی، مضحکه‌های مختلف و شبیه وجود داشته. تجربه با آقای کیانی هم خیلی خوب بوده، خیلی مثبت بوده، خیلی خوب بوده، برای که جوانی خیلی با استعدادی هست، چه در زمینه نوشته و چه در زمینه کارگردانی. خیلی با استعدادی، خیلی توانمنده، خیلی خوش ایده است، خیلی خوش فکره، در لحظه لحظه ایده های خیلی خوبی به نظرش میرسه و توی کار اعمال میکنه. حسین کیانی سری اول نمایشنامه هایی رو که مینوشت تقریبا میشه گفت همین شکل و فضای قاجاری داشت، ولی همیشه این حرفای امروز رو در لباس قاجاری و در لباس گذشته بیان میکرد. اصولا نمایشی که من با آقای کیانی کار کردم یک وجه تشابه دیگه ای هم توشون وجود داشته و اون این که گروه تقریبا گروه ثابتی هست. حالا توی مشروطه بانو تعداد بیشتر بود، ولی اون تعداد بازیگر اصلی همیشه توی گروه آقای کیانی ثابتن و دوستای خیلی خیلی صمیمی و نزدیک منن که من توی کارهای کارگردانای دیگه هم با اونها خیلی همبازی بودم. کار با حسین کیانی هم دوست داشتنی هم بعضی جا سخته. هم تو آزادی کار تو انجام میده، هم کارگردان دوست داره اون چیزایی که میخواد و عین به عین اجرا بشه، مثل واژه ها و کلمه ها. حتی میگیم یه کلمه ای که میگه مردک جان نوکرشه، این ه آخر رو حسین دوست داره حتما گفته بشه. من فکر میکنم سال 90 شاگرد ایشون بودم، افتخار شاگردی ایشون رو داشتم و واقعا فکر نمی‌کردم که اولین اجرای 30 شبه تئاتری من در کنار ایشون باشه. خیلی خوشحال کننده، خیلی پر از تجربه، پر از چیزهای جدید که یاد گرفتم، حالا هم در کنار این گروه کلن و هم در کنار آقای کیانی. چیزی که همیشه من در حسین کیانی دوست دارم در نمایشنامه‌هاش این که هیچ وقت جدای از جامعه و فضای امروز جامعه خودش متنی رو نمی نویسه، نمایشنامه‌ای رو کار نمی کنه، حتی اگر رنگ و فضا و شکل قاجاری به اون بده باز هم حرف امروز جامعه خودش رو می زن. به نظر من کار کردن با ایشون یک جنبه از در واقع جذابیتش همینه که به عنوان یه بازیگر اطلاعات زیادی راجع به این نمایش ها پیدا میکنم وقتی در کنار ایشون هستم و خب به هر حال ایشون اشراف دارن به این نمایش ها و برای من تجربه خیلی خوبی بود از این نظر. و
به هر حال دوست داشتنیه، چون کارگردانی که میدونه چی کار میخواد کنه و بازیگرش هم باهاش میتونه راحت ارتباط برقرار کنه، گسستی بین اون وجود نداره. بماند که با بچه‌هایی داریم کار میکنیم که همه دوست داشتنی و بچه‌های حرفه‌ای و دوستایی هستیم که سالیان سال داریم کار میکنیم. من همیشه دوست داشتم این چیزو که آدم توی کاری کار کنه که همه رو میشناسه، با هم ارتباط، این که میتونیم با هم دیگه تبادل فکر داشته باشیم خیلی مهمه. این خیلی مهمه پشت کار که همه بتونن با هم دیگه رفیق باشن. اصولا متنای حسین کیانی رو بازی کردن و زندگی کردن بسیار بسیار لذت بخشه، جز نمایشایی که دلم نمیخواد تموم بشه. خیلی خوشحالم از اینکه اولین کار حرفه‌ای تئاتر روی صحنه‌ام، خیلی آموزش در بر داشت. خیلی فکر می‌کنم که بار سنگینی و من بعد از این کار زمین گذاشتم و اینکه کنار کسایی بودم که دوستشون داشتم، تک تک این آدم ها رو من دوست داشتم و احساس میکردم خانواده من. تمام این دو ماهی که ما تمرین کردیم و یک ماهی که اجرا رفتیم، من احساس میکردم که کنار خانواده من و احساس خیلی خوبی داشتم، یعنی هیچ وقت احساس خستگی نکردم از کار. گروه بسیار گروه یک دست و همدلی بودن و معمولاً این اتفاقهای سخت و فشرده اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه یک پشت صحنه قوی و یک رابطه خوب بین تیم و عوامل وجود داشته باشه. فرق نمیکنه پشت صحنه روی صحنه، و ما هم به عنوان تیم بازیگر هم به عنوان تیم پشت صحنه خیلی ارتباط دوستانه و عزیزی داشتیم و امیدوارم که این گروه ها بتونن حفظ بشن و حمایت بشن واقعا، که بتونن همچنان رو صحنه باشن. از جوانایی هست که به نظر من اگرچه چندین سال هم هست داره کار میکنه اینا، ولی از جوانای خیلی خیلی خوش آتی هست. فقط امیدوارم که زمینه فعالیت بیشتر از الان در اختیار یک چنین جوانای توانمند و با استعدادی قرار بگیری تا بتونن توانایی های خودشون رو در واقع به منصه ظهور برسونن و به نمایش بگذارن. از اقتضاعات نمایش ایران، خصوصا نمایش های شادی آور، که این نمایش ما هم در حقیقت در ادامه تجربیات نمایش های شادی آور ایرانیه، موسیقی جایگاه عمده‌ای داره، جایگاه ویژه‌ای داره و این نمایش ها به نوعی حتی میتونم بگم موزیکال بودن و موزیکال اجرا میشدن. طبیعی بود که ما هم سهم عمده‌ای رو برای موسیقی قائل بشیم، مخصوصا موسیقی زنده که بتونه همپای نمایش و هم نفس بازیگران و کاراکترها اجرا بشه. تو گروه موسیقی هستم و خیلی خوشحالم از اینکه ساز میزنم، ساز تنبورین و دهل. آقای هدایت سجادی منو تو این نمایش آوردن و من خیلی خوشحال هستم از اینکه تو این گروه هستم. درسته که زمان نمایش در دوره قاجار و در دوره مشروطه داره اتفاق میفته، به هر حال کار داره برای مخاطب معاصر اجرا میشه. اگر ملودی هایی، اگر تم هایی از موسیقی بتواند برای ما فضا سازی بکنه و بتونه در خدمت کار و در اختیار کار قرار بگیره، حتی اگر مال یه فیلم معروف مثلا دهه 50 و 60 مثلا هالیوود باشه، ما ابایی از استفاده کردنش نداریم. مهم اینه که شما از اون موسیقی معروف در کجا و چگونه استفاده بکنید. آی 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 آی. آقای رحمانیان، آقای حمید امجد و آقای کوروش نریمانی. خب بهترین کارهای این دوستان و اساساً بهترین کارهای در حوزه نمایش ایرانی نزدیک به 10 سال و 1 دهه حتی بیشتر ازش میگذره و خب این باعث تأسفه. چرا ما با فرهنگ غنی نمایشی که داریم و با استقبالی که مواجهیم باهاش از طرف مخاطب، در حقیقت باید اینجوری شاهد زوال اینو نمایش باشیم؟ نمایشی که میتونه ارتقا پیدا کنه، میتونه ارتباط برقرار کنه، میتونه بروز باشه. یعنی یکی از دلایل افول نمایش ایرانی خصوصا در حوزه نمایش های شادی آور و مضحک و تقلید همین بُعد انتقادی بودن و صراحت در انتقاد بود.
که در حقیقت به انواع مختلف جلوی اجراشون گرفته میشد و دچار کم رشدی و افول میشد. اگر بخوایم صاحب یک نمایش ملی بر اساس فرهنگ خودی بشیم، نیاز داریم که این نوع نمایش رو به هر نحو ممکن تقویت کنیم و هنرمندان رو که سالها در این حوزه کار کردن رو در حقیقت زحمتشون رو پاس بداریم و زمینه ای رو برای تجربیات جدیدشون فراهم کنیم.